بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق الله العظیم. بیننده و شنونده برنامه اسلام و قرآن از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه حضرت حق باشید. خوشحال هستم باز هم عبدالبشیر سیرت با تقدیم برنامه اسلام و قرآن به گونه زنده مستقیم در خدمت شما هستم. در هر جایی که هستین خوش باشین، آرام باشین و به دور از بلا و مصیبت امیدوار هستم. برف کابل و بعضی از ولایات کشور به خیر و سعادت تمام شوه و خوشبختی ها در قبال داشته باشه. در خدمت شما هستیم انشاءالله تا یک ساعت و جناب آقای دکتر مفتی محمد ولی حنیف استاد دانشگاه همچنان مهمان ما هستند و با ما در استودیو. خیلی ها خوش آمدین جناب استاد. تشکر، سلام. شما به سلامت. خب شماره تماس برنامه 020-220-1093 و همچنان صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما اسلام فاصله و فاصله قرآن با نزدیک به 29,000 لایک در خدمت شما هست. سفر هم پیدا کنین، دوستایی که مخصوصا در واتساپ پیام میگذارن سفر هم پیدا کنین و سوال و نظری که داشتین در صفحه ما بگذارین و از محتویاتش استفاده کنین و سفر را به اشتراک بگذارین تا دوستا هم از برنامه های اسلامی ما آگاهی پیدا کنن. در خدمت شما هستیم و آغاز میکنیم با سوالاتی که در جریان هفته از طریق واتساپ صفحه فیسبوک و یا هم شماره تماس به دسترس ما قرار گرفته. امیدوار هستیم که شما هم تماس بگیرین و با در نظر داشت نزاکت های تماس سوالاتتان را طرح کنین. اولین سوال، یکی از دوستا از بیرون از مرز پرسیدن، دقیق کشورشان را نمیدانم اما ما وعده کردم که اولین سوال از شما را مطرح میکنم. جناب استاد، دوستی پرسیدن که یک شخص روزه میگیره اما نماز نمیخوانه، حکم در این راستا چی هست؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، دین اسلام برنامه زندگی است، دین عقیده و عمل است و اسلام تقریبا 70 چند شاخه و چند شعبه است، یعنی 72 مضمون است. بله. در اون مضامین اساسی و اختصاصی و عمومی است. نماز هم مضمون اساسی اسلام است، رکن اساسی، و روزه. روزه فرض عین است و نماز هم. وقتی که روزه میگیره در مضمون نماز، در مضمون روزه کامیاب، ولیکن که نماز نمیخونه در مضمون نماز ناکام است، مشروط است. و روزه اصلی است که ایوه الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر واقعا یک مسلمان روزه صحیح بگیره او باید متقی شه. متقی از ترس خدا بترسه، باید نماز بخونه. بنا روزه صحیح است، روزش در مضمون روزه کامیاب است، ولیکن در مضمون نماز ناکام. یعنی روزش میشه. بله، نماز. اما از فضیلت ها تقریبا باز میمانه، چون یکی از فرایض مهم از پیش ازی مانده. خب امید، دواهایی که از کشورهای غیر اسلامی وارد میشه، که بیشتر نه، هم از کشورهای غیر اسلامی وارد میشه به کشور، خوردن از این جواز داره یا نداره؟ سوال بیننده ماست. بفرمایید. ببینید، خداوند پیش ازی که خب تماس قطع شد، ما گفتیم منتظر نمانند، معذرت میخوام. خداوند کریم میفرمه یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. خداوند کریم امر میکنه همه انسان ها را، شما چیزای حلال و پاک و پاکیزه را بخورین، پیروی شیطان نکنین در مسائل خوراکتان، در مسائل تداوی. تداوی در اسلام یک اصل است. باید وقتی که مریض شد باید با دکتر برن تداوی بکنن. و خداوند کریم توفیق به اولیای امور مسلمان ها را که در همه عرصه ها باید ما خود کفا باشیم. در بخش دواسازی، فارمسی، باید ما کشورهای اسلامی پیشتاز باشیم که هیچ ضرورت به کشورهای غیر اسلامی نباشه. باز علما میگن که به حساب در حد دوام باید حلال و حرام در نظر گرفته شد. در صورتی که دوای حلال می باشه در ترکیب یک دوا، دوای حلال می باشه عین مؤثریت، عین کیفیت داره، ضرورت نیست که از دوای حرام که در ترکیب چیز حرام استفاده شده باشه دکتر به مریض تجویز بکنه. در صورتی که اگر کدام دوایی حلال نبود و مریض حالتش خراب بود، ضرورت جدی بودن، باز دکتر و قدر ضرورت برشان تجویز کرده بود. شما به سلامت. اولین تماس امروز محب الله از شهر کابل روی خط تلفن هست. بله بفرما برادر عزیز. سلام علیکم، خوب هستم؟ خیلی ممنون. شما به سلامت. در خارجی کار میکنید. اینجا ما طرف شب هستیم، گار هستیم. اینجا ما تحجید میخوانیم، نفل میخوانیم. ما یا قبول میشه نمیشه، یا گناه دار نداره. چی که خارجی ها مقفل نیست، اینجا ما گفتیم اگر دانداره که از وقتم خارجی ها نیست. همین سوال ما. تشکر. خداوند پرهیزگاری واقعی نصیب بگردن و تقوای واقعی. بفرمایید جناب استاد. ببینید، در بخش نظام سیاسی اسلام 4 اصطلاح است: موالات، مدارات، مواسات و معاملات.
کاروبارم با غیر مسلم جواز داره، مشروط به شرایط ذیل. اونجا مسئله شما آزاد باشین، مسئله دینداری تانه، نماز خواندن، شعائر دین تانه به وجه احسن انجام بدین و از اخلاق از اونها متاثر نشین، در خوراکتان متوجه باشین چیزای حرام نخورین. نفس کار کردن در محدوده قانون، مقررات، پالیسی کار میکنین، هیچ اشکال شرعی نداره. حضرت علی صاحب با یک یهودی مزدوری کردن. پیغمبر اسلام لباس جنگی خود با یک یهودی گرو کرده بود، چند پایمانه و حساب جو و حساب. بنان کاروبار با کفار غیر مسلمین هم جواز داره، به شرطی که تهدید شعائر دینتان توهین نشه، چیزای حرام نخورین، متاثر از اخلاق از اونها نشین. شما کار میکنین در محدوده قانون، ولیکن دینتان، آیینتان، عقیدتان پیش خودتان است. قربانتان، تشکر. باز هم تماس میگیریم. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما. تشکر مادر جان. انشاءالله جناب سات پاسختانم میگن. ما پیش از اینکه شما پاسخ بگوین امی جان، سوال دوم جناب سات، شما خود در مسائل طبی کار کردین و تعلیف دارین، کتاب دارین، یعنی ای امکان هست که در دوایی که امروز استفاده میشه مواد حرام در استفاده شده؟ بله، مثلا بعض تابلت های ترامادول و امادول است که مسئله مواد مخدر است، از گوشت خنزیر استفاده میکنه، از روغن چیزایش، از بعضی چیزا هستن. در طبابت ولی دکتر مسلمان باید حلال و حرام در نظر بگیره. در صورتی که عین دوای حلال است، کیفیت و مؤثرات خوب داره، هیچ ضرورت نیست که با یک مریض خود تجویز بکنه یک دوایی که در ترکیبش چیز حرام است. در صورت ضرورت باز قاعده فقهی داریم، از ضرورات تبیح المعذورات، از ضرورات تقدر و به قدرها، در صورت ضرورت باز جواز. تشکر. سوال مادر را گرفتین جناب استاد و در یادداشت های ما هم همین است. خب شما پاسخ از اینا رو بگوین. سوال ما هم در تو نماز واجب فرض است، علمش هم فرض است، به هر زن و مرد مسلمان باید که احکام دین خدا یاد بگیرن. مادر عزیز وقتی که نماز میخوانن تا وقتی که دعای قنوت درست یاد میگیرن، سه بار دعای اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، این سه بار بخوانن انشاءالله نمازشان درست است و کوشش کنن که دعای قنوت یاد بگیرن. تشکر. تماس میگیریم. بله بفرمایید. سلام علیکم. محترم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما. سلام خدمت شما. بعد جناب مفتی صاحب ماندر عباسی همتا وطنی میگم، بعد شما که در باره سوره عرائش الانتقاجیم آخر تفسیر معنی مشکل داریم، نگه روایت نمیکنن، نمیدهند معلوم را. خب این نمیده اگه میخوایم یک تشریح. تشکر. سلامت. سوال گرفتین جناب استاد، بفرمایید. ببینن در آخر سوره ارایت الذی میان، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الموت. بعض نمازگزارایی که به حساب ریا میکنن به خاطر سمعت و شهرت، نماز نمیخوانن، نماز در وقتش نمیخوانن، نمو کیفیت خشوع و خضوع ندارن و به خاطر ریا، به خاطر از اینکه مردم مرا خوب بگه، این صفات های منافقین است. از اجتناب بکنه. نماز فریضه اسلامی است، باید به دل و جان حق خداست بالای بنده. و صفت آخرشی است که بعض منافقین یا بعض مسلمان های ضعیف اقدر بخیل هستند، حتی معاون اسباب کاره در همسایگی، مثلا باسکل ضرورت است، کراچی کار است، بیل و کلند و غیره وسایل کار، حتی اون ما را منع میکنن. باید در همسایداری، در بخش همسایداری ما و شما ارتباط داشته باشیم، احترام متقابل، کمک و تعاون و همدردی داشته باشیم. این صفت بعض منافقین یا مسلمانای ضعیف است که مسلمان ها باید از این اجتناب بکنند. تشکر. خب کوتاه جناب استاد، چندین سال از ما هم را وعده کردیم که امروز میپرسم. یک مادر پرسیده بودن که ما وقتی که نماز میخوانم طفلکای بالای شانای ما مخصوصا در سجده بالا میشن و مزاحمت میکنن، دمونی نماز تیر و بیر میشن، آیا نماز ما میشه نمیشه و گناهکار میشم نمیشم؟ کوشش کنن اگر امکان باشه در وقت نماز جای مناسب باشه که تنها باشه و خشوع و خضوعش. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع و خضوع یکی از شرط اساسی قبولیت نماز است. در صورتی که خانه به حساب تنگ باشه، امکانات نداشته باشه، اگر اطفال خوردم به حساب مزاحمت میکنن، متوجه نماز خود باشه، اشکال نداره تعدیل اینجا. سلامت. تماس داریم. بله بفرمایید.
بلی بله سلام علیکم علی صاحب محترم. علیکم السلام و رحمت الله و نیابت از استاد. بفرمایید. یک سوال داشتم که بعد از امی نماز آذان صبح امی نمازهای نفل قضایی میتونیم بخوانیم علی صاحب محترم؟ قربانت گرفتیم سوالتان. چه خوب سوال ترک کردین. یادداشتای من بود که حجم سوالات از پیش مهم کم شد. بفرمایید جناب استاد. ببین از نقطه نظر شریعت مسئله سه وقت نماز خواندن جواز ندارد. طلوع آفتاب، غروب آفتاب و وقت استوا. امیر با اصلاح یامیانه شه بگوین، چون یکی از خواهرها از ما پرسیدن که امی نماز قضایی هم در چه وقت نمیشه جناب استاد؟ وقتی که آفتاب میبره. بله. و وقتی که آفتاب میشینه به حساب غروبش و وقت استوا بین فعلا بین 11 و 20 12. تا 12 را دینی می وقت به حساب بین سه وقت نماز خواندن جواز نداره، خاطر که مشابهت با آفتاب پرستا و بت پرستا می دیگه در عام اوقات نماز خواندن جواز داره، اما در مسائل قضایی نماز باز علما میگن که بعد از نماز دیگر تا شب و بعد از صبح وقتی که نماز صبح خواندن تا طلوع آفتاب دینی وقت به حساب دیگه نمازهای نفلی جواز نداره، از خاطر که قضایی به حساب، از خاطر که بازی را از اصول فقه میگن یکی ادای کامل است یکی ادای ناقص. مثلا نماز دیگر است اسپیشت قضا شده تا آخرین وقت شام میتونی 5 دقیقه به شام که ما نماز خوانده میتونین، ولی که این ادای ناقص است از خاطر که ادا شد ولی که در وقت مربوطیش، اما دیگه نمازا که به حساب در وقت کامل سرت قضا شده باید در وقت اما مکروهه باید ادا نشه. این وقت مکروهه را واضح تر گفته شد کدام موقت است؟ بعد از نماز صبح تا هفته و برامد یکی و دیگه بعد از نماز 11 و 20 تا 12 و دیگه وقتی بین دیگر شام. بله دیگه در عام اوقات میتونه قضا. سلامت تشکر. تماس بگیریم. بله بفرمایید. بله بله بفرما. بله آواز ما دارید؟ ما نام معرفه از گار تماس گرفتین. ما که روز نکمی لیسه مریم یا بازار میرم صبحکی میرم، ما که اوزو میکنم میرم تا وقتی که من خانه بیام نماز بشینم قضا میشه. باز ما در مسجد اگه کس میباشه یا نیدم یک گوشه گرد نماز خدا میخوانم میاید که تا خانه بیام قضا میشه. باز یک روز اموجا نماز میخوانم که یک آدم از پشت ما آمد اموجا اسپاسی که نماز بخوانم مثلا نماز بودم و طرف ما گفت که نماز تو نمیشه. خب من نماز ما همه تو خواندم برادرم بسیار تشویش شدم که مخوانا تا خانه برم که نمازم قضا میشه. خیلی نمازم که نشه چه قسم کنم. تشکر. مادر جان بازار رفتن هم دیگه یه خم طولانی نام خدا که صبح برای وضو کرده چاشتم در بازار باشی بسیار طولانی است. خب به هر حال حتما ضرورت بوده. بفرمایید جناب استاد. کوشش کنین خداوند کریم اولیای امور ما را توفیق بده که مساجد هم باید در مساجد شهر کابل هست بعضا نمبر نماز به حساب مسجد مستقل باشه نماز بخونه نمازشون در مسجد میشه، اما اگر در عام وقتی که با مردا اختلاط کردن بازی را علما می کراهیت دارن و او خاطر به حساب اگه شخص هم که ممانعت کرد از این جهت دیگه نماز خواندنشان که مسجد مستقل داشته باشن جای وضوعشان طهارت و غیره هیچ اشکال شرعی نداره فضایل داره. بله تشکر. از ولایت مزار شریف است فکر میکنم شیر احمد جان روی خط تلفن هست. بله بفرما برادر عزیز. بیادر قم از مختصر سوال داشتم که زنها ناقص العقل گفته میشه و یا خیر؟ امیدوار هستیم آواز تا در خانه نشنوند، برقتان نباشه یا هم رادیو که زندگیتان خدای نخواسته دچار مشکل نشه. بفرمایید جناب استاد. این یک غلط مشهور است. غلط مشهور است. قبلا در برنامه های قبلی گفتیم که زنها را خطاب کردن به ناقص عقل و ناقص دین از امو آیت سوره بقره واستشهدوا شهیدین من رجالکم و مو حدیث ابی سعید خدری رضی الله عنه که روایت میکنند پیغمبر اسلام در نماز عید خرد بود یا عید کلان هم یک حدیث گفتن به اسلام و مطلبش دکتر زهیلی خدا مغفرتشان بکنه اونها گفتن که اکثر مردم از این توجیه غلط کردن و دو شاهدی زن در همراه یک مرد او را به خاطر از این نگفتن که ناقص عقل هستن، به خاطر از این گفتن که در حقوق و مدنی در تجارت خانم ها پختگی تجربه در مسائل مدنی و تجارت ندارن. اگر دو نفر باشه بهترتر از بنا خطاب کردن به ناقص عقل و ناقص دین ای به تبر دشمنا دست دادن است. بله. خلاف شریعت است، خلاف اصل شرعی نداره. و اینه که ناقص دین میگم آیا که در مرض ماهواری نماز نمیخوانن این نقص دینشون است؟ همین که نماز نمیخوانن به امر خدا نمیخوانن یا به امر خود؟ بله.
حال امر خدا که نخوانن نمی ثواب است، یا اگر بخوانن ثواب است. دین درست یاد بگیرین از دکترای دینتان پرسان. قربانتان. باز هم تماس از ولایت مزار شریف. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. جناب مالک در سوال بچم براد عزیز. مشنیم بفرمایید برادر جان. امی چی دامیم مالک مسجدی ما برای زکو داولی گرایش داره برای زکو مود پوشش نمود خیر بینید، این تیگام سوال نو مطرح کنید. بفرمایید جناب استاد. خداوند کریم شما مقتدی را توفیق بده که با مولوی صاحب یک خانه کرایه بگیرین که از این شک شما به حساب برند. و اگر در گیری مسئله بیل وفا باشه در حد ضرورت جواز داره. خب شما همت کنین، غیرت کنین، با مولوی صاحب یک منزل کرا بگیرین. نمازش میشه از مقتدی؟ اشکال شرعی نداره. تشکر، چون ضرورت داره. خب کوتاه جناب استاد، تجلیل از سالگره، همین سال روز تولد، آیا گناه داره تجلیل از یا نه؟ در شریعت اصل نداره، پیغمبر صحابه کرام نکرده. این پدیده هایی است که از جهان غرب مسلمان ها. اگر کنی مثلا کلام کار خلاف انجام باید بکنیم مشابهت با یهود و نصارا نکنین. از خود دین دارین، فرهنگ دارین، تابع شریعت و فرهنگتون. تشکر. یکی از دوستا پرسیدن جناب استاد که من نماز تهجدم میخوانم اشرکات همیش، و برای من گفتن که نباید نماز وتر واجبه در سر شب ادا کنی، بگذار که بعد از اینکه تهجد ادا کردی وتر واجبه بعد از این بخوان، و اگر یعنی امی سلسله باید مراد شود. طریقه سنت پیغمبر مسنون امی بودن که پیغمبر گرامی اسلام نماز خفتن هم میخوندن، درک از سنت هم میخوندن، باز وتر دائما در نماز تهجد که اشرکات نماز میخوان و سه رکات وتر واجب میخوان. این طریقه مسنونه پیغمبر اسلام است. ولی که نه کسی عادت داره میتونه نمی یک سنت، خیلی کار خوب است. و اگر کسی به حساب نمیتونن با خود مثلا فشار کار یا متعلم است محصل است، میتونن که بترم خوانده باشن با در تهجد بخورن، هیچ اشکال نداره. فضایلش بیتره. تشکر، سلامت. با واتساپ تماس نگیرین دوست عزیز، فقط اگر سوال دارین در شماره تماس واتساپ پیام بگذارین، پیام کتبی فعلا. بعد از برنامه باز اشکالی نداره تماس میگیریم. فریدون برادر روی خط تلفن هست. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما. خوبه ساعت در خدمت هستیم. مشنیم بفرمایید. مولوی صاحب، می نمازی که بالا جماعت خوانده میشه بالا سنت باید که دعا شو یا بعد از فرض؟ خود امیر بسیار مولوی هست، مولوی که در مدتا شما نماز راست میگه. آه بله 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 خوانده میشه دعا میکنن. تشکر. بیخی سوال تا نگرفتیم، خوب سوال طرح کردیم. بفرمایید جناب. دعا عبادت است، مغز عبادت است و طریق مسنونه که از پیغمبر نقل شده و اکثر علما و فقها وی است که بعد از نماز فرض دعا اگر شود بهتر است. اما بعد از سنت هم دعا کردن جواز داره، اما لزومش بدعت است. چی معنا؟ اگر کسی بعد از نماز سنت دعا نکرد و رد و بد بگوییم که چرا دعا نکردم، خود نماز عبادت دعا است، بنان در حد لزومیتش بدعت است. اما اگر نفس کسی دعا میکنه و کسی که بعد از نماز فرض دعا کرد رفتن، ضرورت داشتن از مسجد رفتن، هیچ اشکال نداره. این لزومیتش که حتما باید دعا بکنیم، اینه باز بعض علما میگه بدعت است. امی آخرین تماس امروز ما باشه، دیگه تماس نمیگیریم چون سوالات باقی میمونه. باز دوستای ما قسمن آزرده خواهد شدن. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت بفرما. مالی صدر یک سوال داشتم. بفرمایید. در ارتباط به می وهابی و وهابیت میخواستم معلومات بدیم. والا دیگه ایزی جنجال دیگه خدا حل کنه، این بسیار گپ بزرگ است. بفرمایید جناب. مسئله عبدالوهاب نجدی یکی از علمای اهل سنت بودند، پیرو مذهب امام احمد بن حنبل، از چهار مذهب مشهور اهل سنت است، تابع اسلام بودند، تابع قرآن و سنت. با ما امت اسلامی ضرور است که باید به اتحاد اتفاق امت اسلامی باید کار بکنیم. در مسائل اختلافی جزئی دامن زدن جفا به امت اسلامی و جفا به اسلام است. کوشش کنیم که احترام به همه مذاهب داشته باشیم، خصوصا در مقطع زبانی فعلی در عصر حاضر به حساب ما در بخاطر اتحاد و اتفاق امت اسلامی کار بکنیم. همه مذاهب که اهل تابع قرآن و سنت است به او احترام بگذاریم. افراد و تفرید باید سوره تشکر. چرا در آغاز سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نیست؟
خاطر سوره جهاد است و در این سوره به حساب اکثرا صفات منافقین و اونا نازل شده و وقتی که نازل می شد در این سوره خود پیغمبر اسلام به حساب چی هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سبب رحمت است که یک کار خیر شروع می کنیم. در اینجا باز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گرفتم کار جهاد هم کار خیر است. با در اینجا مسئله هم غضب خدا، عذاب های خدا که بالای یهود و نصارا بالای منافقین که نازل شدن به حساب چی هستند؟ شما به سلامتی. یک خواهر پرسیدن که زمانی که خانم ها موی سر شانه می کنن، بازمانده های مویشان که در شانه می مانه، یه میگن در زبالدانی یا در کثافات انداختنش، حکم در این راستا چی است؟ انسان اشرف مخلوقات است، تمام اعضای بدنش قابل عزت است. ناخون که می گیرین موی های سر رو به حساب چیگن، در بهتری است که یک جای دفن شد. سلامت. باز هم سوال داریم، یکی از خواهرها پرسیدن که من زمانی که بیرون میرم حجاب شرعی رو مراعت میکنم، تنها روی من لچ میباشه معامیانش، آیا گناهگار میشم یا نه؟ ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر من، آیات 31 سوره النور سپاره 18. مطابق فقه حنفی به حساب روی خانم عورت نیست، اما اگر در صورتی که فتنه و فساد زیاد باشه که سبب آزار و اذیت خانم شه، بهتر است که باز پرت کنن، محیط ببینن. اگر محیط واقعا محیط درست باشه که سبب آزار و اذیت خواهر نبشه، اشکال نداره. شما به سلامت. خب زمانی که اسرافیل علیه السلام سور میدمه و دنیا بر هم و در هم میشه، خانه کعبه چی؟ آیا او هم خراب میشه یا نه؟ در قرآن کریم سپاره 20 سوره قصص آیت آخرش خدا میگن کل شیء هالک الا وجهه. بله. در آیت سوره زمر با آیت 68 میگن که ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. وقتی که سور اسرافیل شد همه گی هلاک میشه به حساب غیر از خدا. تشکر. در پیش روی نمازگزار مایی خانه است، این مایی است در امو جای شیشه ای، در پیش روی نمازگزار خواندن نماز آیا در چنین مکان اشکالی داره یا نه؟ نماز خواندن وقتی که نماز میخونیم با خدا ملاقات و مناجات میکنیم، باید یک جای مناسب باشه. چیزایی که شما را خشوع و خضوعتان خراب میکنه باید نخوانیم. در صورتی که ضرورت باشه که خشوع و خضوعتان به حساب چی نشه، نمازتان میشه، اما سبب کراهیت هست بیست. شما به سلامت. خب یک سوال به عنوان آخرین سوال طرح میکنیم. یکی آجی صاحب از امریکا پرسیدن جناب استاد که دانش روز میگه که زمین شکل کروی داره، اما اسکندر مقدونی با استشهاد آیات قرآن کریم، آنچه خودشان گفتن که در قرآن کریم تذکر داده شده که اسکندر مقدونی شرق و غرب زمین را طی کرد، یعنی به این معنی که زمین شکل مستطیل و یا هم مربع داره، دیدگاه اصل شریعت از شما خواستن؟ قرآن معجزه بزرگ پیغمبر اسلام است، در ابعاد مختلف راهنمایی درست کردن، در مسائل ساینسی پیشگویی زیاد کردن. در رابطه با کروی بودن زمین آیات 137 سوره اعراف وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُصَدَّعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. در این آیت علما میگن که اگر زمین مسطح مستطیل می بودن، یک مشرق یک مغرب می داشت. اینجا لفظ مشارق و مغارب که زیاد جمع ذکر کردن، این دلالت به کروی بودن زمین می کنن. و در قرآن کریم اکثر آیت ها به حساب اشاره است که زمین کروی است، ولیکن دیگه نظریات ساینسدان ها در حدی که به مطابق قرآن و سنت باشه قبول ده، غیر از او خو یک تخمینی رای می کنم. شما به سلامت. تشکر. به پایان این بخش رسیدیم. دوستایی که در مسنجر شخصی خود ما و یا هم در صفحه اسلام و قرآن و در شماره تماس واتساپ در جریان برنامه سوال گذاشتن، فرصت طرحش برای ما مساعد نشد، یک مقدار وقت اندک با ما بود و از تماس بیشتر و سوالات هم بیشتر، از ایشان معذرت و هفته بعد انشاءالله او سوالات در اولویت قرار میتیم. مسئولیت های ما مسلمان ها موضوع بخش دوم ما هست که پس از وقفه در خدمت شما هستیم و قرار میگیریم انشاءالله. خوش آمدین. ادامه اسلام و قرآن را به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده هستید. موضوع بحث ما مسئولیت شناسی در اسلام، آیاتی که انتخاب شده 71 تا 73 سوره توبه پاره 10. در خدمت شما هستیم و پیش از اینکه جناب استاد آیات تلاوت کنن، از دوستا ما معذرت می‌خوایم. فرهاد نوابی سیل کردم در جریان وقفه که قسمن شکایت کرده بودن که سوالات مطرح نشده، پرسیده نشده، ان شاء الله هفته بعد. و آقای فرهاد خوشیوال از مزار شریف همچنان سوالاتشان مطرح نشد، هفته بعد ان شاء الله میپرسیم. و جمع دیگه که سوال مطرح کرده بودن بنابر زیقی وقت
نتونستیم بپرسیم. اما از دوستا خواهش میکنم که قبل از روز جمعه یا قبل از روز پنجشنبه سوالات خود را لطف کنین ارسال کنین تا ما یادداشت کرده و یعنی با یک آمادگی کامل ما سوالاتان را طرح کنیم. ای که شما مثلا امروز روز جمعه و یا هم روز پنجشنبه سوال ارسال میکنین قسمت از یادداشت ها باز میمونه و شما هم باز به صورت کمی آزرده خاطر میشین. امیدوارستیم که نشین و فرصت ها را در نظر بگیریم همه ما. جناب استاد آیت تلاوت کنن بعدش انشاءالله سوالاتی که در راستای موضوع هست از جناب استاد یکی پی دیگری میپرسیم. تمنای همراهیتان تا ختم برنامه دارم. بفرمایید جناب استاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. تشکر. شما سلامتی. همچنان که قبلا یادآور شدیم مسئولیت شناسی در اسلام موضوع بحث ما در این مقطع هست. آیات تلاوت شد. میپردازیم به سوالاتی که در راستای موضوع هست. این هم انشاءالله به ادامه بحث ما در هفته های قبلی هست و در جریان هفته هم در برنامه آیت عشق در صبح خورشید هم یاد آور شدیم موضوع گرفتیم و جمعه گذشت هم با جناب استاد که رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا در تلاش هست تا سومین مکان مقدس ما مسلمان ها را اشغال و تصرف کنه که ما جناب استاد موشیگافی کردیم که با جناب استاد و در برنامه های متعدد ما در جریان هفته که بیت المقدس یکی از سومین جای های پرفضیلت برای ما مسلمان ها هست و نگهداری و حفاظت و مسئولیت پذیری از این مکان مقدس مسئولیت من و شماست تا در این راستا هر کاری که از دست داریم در حد توان و حتی بالاتر از توان دریغ نکنیم، مخصوصا سیاسیون تمام کشورهای اسلامی و کشور ما. خب بفرمایید ترجمه و تفسیر آیت مبارکه جناب استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کریم در این سیاحت که تلاوت شد در رابطه به مسئولیت شناسی مسلمان ها در قبال دیگران و وظایف اساسی هر مرد مسلمان، زن مسلمان در زندگی فردی و اجتماعیشان اشارات میکنه و مکافاتشان کسایی که اسلام من حیث یک دستورالعمل زندگی، برنامه زندگی قبول کردن، در زندگی فردی و اجتماعی اسلام پیروی کردن در دنیا عزت و در آخرت هم جنت فردوس نصیبشان میشه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مردان مؤمن و زنان مؤمن حامی یک دیگرن، دوست یک دیگر هستن از لحاظ دینی. از خاطر که می دین اسلام و عقیده و قرآن ما و شما را به هم وصل میکنن. وظایف از اینها لایحه وظایف هر مؤمن چی است؟ پنج وظایف دارن اونجا ذکر میکنن. یأمرون بالمعروف، امر میکنن به کار نیک، خودشان هم کار مطابق قرآن و سنت میکنن، مردم ها رو به حساب امر میکنن. مؤمن بله. و ینهون عن المنکر، و باز میدارن از کار بد، خودشان هم کار فحشا و منکر نمیکنن خلاف شریعت و دیگران رو باز میدارن. سوم صفتشان و یقیمون الصلا، و با و برپا میدارن نماز را، خودشان هم پنج وقت نماز در جماعت میخونن و دیگران رو به حساب دعوت میکنن به نماز خواندن. صفت چهارمشان و یوتون از زکات، و میدهند زکات را، زکات من حیث یک فریضه اسلامی بدل جان خودشان را انجام میدن، حقوق اساسی افراد جامعه را فقرا را در نظر میگیرن و دیگران را هم دعوت میکنن.
صفت پنجمشان و یطیعون الله و رسوله و اطاعت میکنن از خدا و پیغمبرش در تمام ابعاد زندگی خود، در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، در همه ها 24 ساعت زندگی خود در یک شبانه روز. خداوند کریم هر کسی که پنج صفت داشت، اولئک سیرحمهم الله، ایشانن که رحم میکنن بر آنها خدا، در دنیا به هدایت هستن و عزت، آرامی، آرامش، امن و امنیت نصیبشان میشه. ان الله عزیز و حکیم، و یقینا خداوند کریم غالب و حکیم هستن، در دنیا صاحب هدایت و سعادت دنیا نصیبشان میشه. در آخرت خداوند کریم چه مکافات میدهشان؟ وعد الله المؤمنین والمؤمنات، وعده داده خدا به مردان مؤمن و زنان مؤمن، اما کسایی که می پنج صفت قبلی را داشته بودند، جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها، جنت هایی که جریان دارد از زیر درختان آنها، جوهایی که در حالی که جاوید باشند در آن، برهای هستند، جوهای هستند زیر درختهایشان، و همچنان و مساکن طیبه فی جنات عدن، و جاوید باشند در آن با مسکنهای پاکیزه در باغهای همیشگی، یعنی در جنت همیشه می باشند. و رضوان من الله اکبر، و رضایت خدا از همه اینها بزرگتر است. خدا از پیششان راضی میشه، مدال رضی الله عنه را نصیبشان میگنند. ذالک هو الفوز العظیم، خداوند کریم میه این از پیروزی بزرگ. و کسی که همی پنج صفت داشته باشند و مسئولیت شناس باشند در قبال دیگران، خودشان عمل نیک و در قبال اصلاح دیگران کار بکنند، ما احساس مسئولیت بکنند، هم دیگر پذیری بکنند، خداوند کریم میگه سعادت دنیا و آخرت نصیبشان میکنند. در اخیر آیت خداوند کریم میگن که در جامعه خب بعضی کفار و منافقین هم هستن، برخورد شما با اونها مثل که با مسلمان ها برخورد مشفقانه میکنین، با کفار مشفقانه نکنین. یا ای نبی و ای پیغمبر اسلام، جاهد الکفار، جهاد کن با کفار با اسلحه، امو شرایطی که در فقه اسلامی ذکر کرده، و المنافقین، و با منافقا جهاد بکن به زبان، اونها را دعوت بکنین به اسلام. کافر و منافق هم حیثیت مریض است، مریض پیش دکتر که میره او را لط کوب نمیکنه، اونها را دوا میدن، اونها را دعوت میکنن که به اسلام مشرف شن. و اغلظ علیهم، و به خشونت برخورد کن با آنها، چی مانا که شما رؤوف و رحیم هستن در قبال مسلمان. او کافری که اگر دعوت قبول کرد به اسلام مشرف شد، خود در اسلام دایره اسلام داخل شدن، و اگر اونها سرکشی کردن، باز از اونها با مشفقانه از اونها برخورد نکنین، باز بر اونا چیزی که شریعت میکنن جهاد بکنین. و مأواهم جهنم، و جای کافرایی که به حساب دم و کفر خود ثابت قدم میباشن، با گفتتو نمیکنن، به اسلام مشرف نمیشن، در دنیا هم ذلیل و خوار، و در آخرت هم جهنم جایشان است. و بئس المصیر، و آن بد جای است، بئس دوزخ. شما به سلامت، تشکر. خب بیننده و شنونده برنامه اسلام اقران، بگونی زنده مستقیم شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید. صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما اسلام فاصله و فاصله قرآن با نزدیک به 29,000 لایک در خدمت شما هست. صفحه را هم لایک کنین و هم به اشتراک بگذارین، یعنی انوایتش کنین برای دیگر دوستایتان، تا هم لایکش بالا بره و این لایک بالا رفتنش هم یک ادای مسئولیت هست و به زیبایی برنامه ها و به زیبایی صفحه می افزاید، چون برنامه اسلامی در رقابت با تمام منکرات قرار داره. امیدوارستیم که از هر لحاظ عالی باشه، همچنان که انشاءالله که هست. مسئولیت شناسی در اسلام موضوع بحث ما هست. خب نکات کلیدی آیات مبارکه که شما تلاوت ترجمه تفسیر کردین چی هست؟ چند نکته اساسی در این آیات اشاره است. اولی که دین اسلام دین عقیده و عمل است، دین حقوق و وجایب است. همین دو نکته داره کمی توضیح بده. دین عقیده و عمل یعنی چی؟ مانا که انسان اسلام در مسائل احکام شریعت هم بعد عقیدتی داره هم بعد عملی. بعد عقیدتی به اشیای مومن بهی ایمان آوردن، آمنت بالله و مشخص چیز از لحاظ عقیده. و بعد عملی که به حساب نماز خواندن، روزه، زکات، حج، مثلا هم عقیده داشته باشیم هم عمل. باز علمای محدثین میگن که ایمان سه رکن داره: اقرار به لسان، تصدیق به قلب، عمل به جواره. بنان دین اسلام دین عقیده و عمل. دین حقوق و وجایب است، هم یک سلسله حقوق دارن هر فرد و هم مسئولیت ها دارن. و دین مسئولیت شناسی است که در قبال رعیتت به حساب همه ما شما در زندگی فردی و اجتماعی خود، اما مسئولیت های دینی و شرعی و قانونی خود در قبال زیر دستای خود باید بدانیم، به او عمل بکنیم. یک نکته. دوم نکته اساسی است که مسلمان ها
با هم که وسیله یا سبب وصل شدنشان اتحاد اتفاق و همبستگیشان یگانه اسلام از دین قرآن است. با واسطه اسلام و قرآن و عقیده اسلام اینها به هم پیوستگی پیدا میکنن. مسئله تعصب و قوم و نژاد اینا نوار سبب اتحادشان نمیشه. سوم نکته، لایحه وظایف هر مسلمانه. هر کسی که در مکتب اسلام شامل میشن، اسلام یک دین قانون است، برنامه زندگی است، یک سلسله وظایف است، مسئولیت ها است که هر شخصی که در این مکتب داخل میشه، شامل میشه، باید او را بشناس و ادا بکنن. بنابراین پنج صفت اساسی هر مرد مؤمن و زن مسلمان که باید او را انجام بدن و خودشان و دیگران دعوت بکنن. مسئولیت شناسی باشند و دیگران وقتی خودشان صالح است در اصلاح دیگران باید کوشش بکنن. و این مسلمان باید بفهمند که کامیابی از آن مسلمان است، هم در دنیا سعادت و هم در آخرت. خدا وقتی که خدا با اونها بودن، خدا حامی و ناصرشان بودن. همیشه اگر چی بعض مشکلات ها میان، دشمنان اسلام علیه اسلام و علیه امت اسلامی توطئه ها میکنن، ولیکن اگر نیا اتحاد و اتفاق خود را در نظر بگیرن، مسئولیت شناس باشن، در قبال یک دیگر و حساب اونا خودگذری داشته باشن، در برابر دشمنان یک صف باشن، انشالله پیروزی از آن مسلمان است. شما بسلامت. خب یک میان برنامه کوتاه بگیریم و بعدش ادامه بحث. خوش آمدید. ادامه اسلام و قرآن را به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بینده هستید. موضوع بحث ما مسئولیت شناسی در اسلام و جناب استاد هستند با ما. خب از قرآن و حدیث بگوین جناب استاد که چگونه ما را مسئولیت پذیر خطاب میکنه در یا در آیات و یا در هم در احادیث پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله. پیامبر گرامی اسلام در یک حدیث صحیح که در صحیحین بخاری و مسلم روایت است، پیغمبر اسلام میفرماید کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. هر امتی من مسئول است، نگهبان است، حافظ است، از زیر دستایشان، از رعیتشان پرسان میشه در قبال حقوق و مسئولیتایشان. مثلا رهبران جهان اسلام، رهبران سیاسی از امت اسلامی است برشان پرسان میشه. چه پرسانی میشه جناب استاد؟ مثلا در اتحاد و اتفاق امت اسلامی، در مسائل حمایت و دفاع از مقدسات دین، وحدت امت اسلامی به حساب اونها باید خودشان الگو و نمونه باشند که امت اسلامی با اونها اقتدا بکنن، اعتماد، خودگذری، در برابر دشمنان اسلام یک صف باشند، یک صدا و یک قلب باشند. و از خود پادشاه یک کشور، از رعیتش پرسان میشه، از وزیر از وزارتش پرسان میشه، از والی از ولایتش، از رئیس از ریاستش، از والدین، از اعضای فامیل، معلم در مکتب، استاد در دانشگاه، از دکتر، از بیمارش، حتی یک مسلمان در قبال دیگر مسلمان، ثروتمندا در قبال فقرا، مسلمان در قبال غیر مسلم، اهل ذمه، حتی در برابر حیوانات. بنابراین همه ما و شما یک سلسله مسئولیت ها داریم. گروه علمای کرام، دانشمندا در بخش نظام اجتماعی اسلام یک بحث از فصل مستقل است که مسئولیت شناسی در اسلام. اما همین باورها جناب استاد قسمان زدوده شده، به می کمتر باور وجود داره که من مثلا مسئولیت فامیل دارم، یا یک پادشاه بگه که من مسئولیت رعیت خود دارم. یعنی کمتر مسئولیت پذیر دیده میشه در دین اسلام، جامعه دین اسلامی. اجتماعی است. انسانی رو بعد همه ما و شما باید دین مفکوره اجتماعی داشته باشیم. خانه خود تنها مفعضای فامیل خود فکر نکنیم. خانه خود، اجتماع خود، کشور خود، بالاخره جهان اسلام من حیث یک خانه مشترک اسلام فکر بکنیم. ی وقتی میشه که ما اسلام رو به شکل درست دقیق بخونیم، مطالعه بکنیم و مسئولیت‌های خود در اصلاح خودی، در اصلاح خانواده، اصلاح جامعه، اجتماع، بالاخره جهان اسلام باید درک بکنیم. اما مسئولیت‌های خصوصا اولیای امور، علمای کرام در قبال امت اسلامی، پادشاه‌های وقت، مثلا یک پادشاه که مسئولیت‌های سنگینش که در قبال رعیت است، در قرآن و سنت، در قانون اساسی، مسئله تطبیق قوانین شریعت، قوانین نافذه کشور مسئولیت دارد، تأمین امنیت داخلی و خارجی جامعه، تأمین مسائل تسهیلات صحی، تعلیمی، تحصیلی و همچنان کار، کاریابی. اینی مسئولیت های عمده رئیس جمهور است در قبال امتش، هم رعیتش، همچنان علمای کرام به حساب. خیلی مسئولیت های سنگین دارن به خاطر رساندن دین به مردم، از خاطر که قصر نبوت تکمیل شده با آمدن پیغمبر اسلام. علمای کرام ورثه انبیا است. دین به شکل اصلی است، تصویر اصلی دین به مردم باید برسانند، خودشان الگو و نمونه باشند.
تصویر اصلی دین شما گفتین جناب استاد، هدفتان چی است از تصویر اصلی؟ امو دینی را که افراط و تفرید در او نیست، دین اعتدال و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا. علما باید از هیچ مرجع متاثر نشن. دینی را که خدا و پیغمبر روان کردن، خدا روان کردن، پیغمبر اسلام، صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین و جهان بشریت پیشکش کرد. امو دینی را، سچه دینی را که نه در او افراد بوده، نه تفرید بوده، مطابق قرآن و سنت، اما عمل کرده پیغمبر. اما همین سچه بودن دین پیش هر فرق اسلامی متفاوت هست. جامعه مثلا برادرای اهل تشیع میگن آنچه که باور ما هست همین سچه و صاف هست. برادرای اهل سنت چهار مذهب میگن که آنچه که ما داریم سچه دین، شالوده و پالوده دین همی هست و همی باید شارع دین همی را تطبیق کرده و همی را برای ما گوشزد کرده. سوال شما چی پاسخ برش دارید؟ در شریعت، در دین، مصادر احکام شریعت ما دو چیز اتفاقی است که بین بله. تمام مذاهب اسلامی، قرآن و سنت. اما هر فرق یا هر فرقه جناب استاد دلیلش قرآن و سنت هست. ببینید باز در تفسیر قرآن و سنت از زبان معلم اول قرآن باید بشنوید که قرآن چه قسم تفسیر کرد. اندیش شرط حاضر هر کس استاد جناب استاد مثلا طور مثال یا ای الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم للكعبين. این طور مثال شستن پای، یکی میگه شارع دین که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پای شسته، دیگری میگن مسح کرده. دلیل هر دو از قرآن هست. یعنی این نقطه بین مسلمانان قسما تضاد و کشمکش ایجاد تفسیر کرده. تفسیر قرآن، تفسیر حدیث از زبان مبارک پیغمبر صلی الله علیه و صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، باز اکثریت صحابه کرام، اکثریت مسلمانان باید قابل احترام شد. بله. این کسی که توجیه باز بعضی روایت آمده وقتی که ورجول کمی الکعبین و را علمای اهل سنت و را حمل میکنن به حساب وقتی که جرموخ ما یک مثال دارم جناب استاد. بله بله. این مسائل شریعت از بین ما به حساب در کلیات با اصول عقیده باید هم وحدت امت اسلامی خود حفظ بکنیم. در مسائل فروع، در مسائل جزئی اختلاف مذاهب است. هر عالم مجتهد نظر به مدید و استعدادش، ذکاوت و علمش از قرآن و حدیث استنباط کردن. احترام به مذاهب داشته باشیم، ولیکن اکثریت علمای کرام، صحابه کرام، تابعین که یک طرف بی باشه قوت و رجحان دلیل و ممتره شما به سلامت. خب جناب استاد، در عصر حاضر، در این عصر کنیه که ما شما زندگی داریم، 1.5 میلیارد یا بیشتر از او مسلمان هست، اما 13 میلیون یا کمتر از او یا بسیار کم اگر اضافه تر از او باشه یهود در کل کره خاکی زندگی دارن. اینا استاد میشن و سومین مکان مقدس مسلمان ها را تصاحب میکنن و اشغال میکنن و میگن که ای باید پایتخت اسرائیل خوانده شود، در حالی که چنین نیست. و یعنی تاریخ و جغرافی های فلسطین اگر مطالعه شود حقایق هر انسان آگاه پی میبره. پس مسئولیت رهبران سیاسی و مسئولیت عام مسلمان ها در قبال این فجیع ترین دید و باور چی هست؟ ببینید جناب سیرت صاحب، ما در کتاب جهان بینی اسلامی یک فصل مستقل در اونجا تفصیل ذکر کردیم عوامل انحطاط مسلمین جهان در عصر حاضر. بله. عوامل داخلی و خارجی داره. عوامل خارجی فتنه یهودیت و عیسویت و یونان. دشمن دشمن است. هر وقت اونا میخواهد توطیع علیه اسلام و امت اسلامی باید بکنه. دنیا دنیای مبارزه است. انسان مسلمان هیچ ناامید نشه. وقتی که خدا و پیغمبر و نصرت خدا کرزو بود باید تابع شریعت باشن. یک موضوع، عامل بدبختی جهان اسلام چی هستن که قرآن وقت دست وقت صحابه کرام قانون حاکم زندگیشون بود، رهبرای جهان بودن، اتحاد و اتفاق داشتن، تطبیق احکام شریعت بودن، اطاعت خدا و پیغمبر بودن. پس این اتفاق چگونه به دست میاد در عصر حاضر؟ این حال ببینید، وقتی ما اتحاد و اتفاق بیم بین به قرآن جنگ بزنید، چنگ بزنید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قوم اوس و خزرج داستانش سرمشق زندگی خود قرار بدیم. صدها سال اونها در بین خود اختلافات داشتن، ولیکن به برکت اسلام، به برکت پیغمبر و صحابه کرام وقتی که دیره اونها مشرف شدن، همشون برادر شدن. جناب استاد، آیا او اتفاق و اتحادی که در صدر اسلام بین صحابه کرام و بین مسلمان ها وجود داشت، آیا امکان پذیر هست در اصل؟ امکان پذیر است، به شرطی که رهبرای سیاست جهان اسلام به حساب عمو مرضایی که فعلا در وجودشان است او در تداوی شود. خب بگو جناب استاد، با معذرت، چون دقیقه ها با ما مانده، مسئولیت رهبران اسلامی در مخصوصا در امی موضوع فلسطین چی است؟ ببینید، اتحاد و اتفاق خود به حساب همبستگی متحد باشن، رمز عزتشان در اتحاد و اتفاق است، به میات قرآن عمل بکنن،
اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اگر شما شان شوکتتان عزتتان در برابر دشمنان اسلام هم اتحاد دفاع و خودگذری داشته باشین، محبت دنیا را یک طرف وایین، خود یک ارزیابی خودی بکنین ایمانیتان. سیاست پیغمبر اسلام صحابه کرام در سیرتش در زندگیتان سرمشق زندگی قرار بدین که اونها همراه یهود و نصارا چی نوع برخورد میکردن. اونایی که اسلام پذیرفتن در دایره اسلام مسئولیت کامل حاصل کردن، اونایی که سرکشی کردن با اونها چیزی که نظام سیاسی اسلام برخورد میکنه، روابط بین دول، روابط قوانین و اسنادهای بین المللی، باید دین اسلام دین رحمت است، دین گذشته است. اونو کافر حیثیت مریض است، قبلا گفتیم مریض که هر رقم به حساب پیش دکتر میاد، دکتر هدفش ایست که باید تو تداوی شود. بنان شان شوکت اسلام وقتی حفظ میشه که ما متحد متفق شیم و قرآن چنگ بزنیم، از علوم عصری برخوردار باشه جوانای ما، امر بالمعروف نهی عن المنکر، محبت دنیا رو اون طرف کنیم و یک بار خود تکان بدیم. اما مسیری که فعلا ما میریم، آیا در مسیر پیغمبر صحابه کرام روان هستیم یا نیستیم و به مرگ ایمان داشته باشیم؟ عین ما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اگر در قصرهای سفید هم زندگی میکنین، وقتی که مرگ آمد بازو به حساب آمدنی است. کل نفس ذائقه الموت. و تاریخ اسلام خدشه‌دار نسازین، تاریخ پدرهایتان، تاریخ حضرت عمر صحابی بن صلاح الدین ایوبی را دیگه رهبرای جهان اسلام اونها به خط زرین نوشته است. شما باید اون تاریخ اسلام نامبد نسازین. بناهن رمز عزت و زندگی و سعادت دنیا و آخرت ما در اتحاد و اتفاق. اتحاد و اتفاق ما وقت میه که به قرآن چنگ بزنیم. قربان شما. جناب استاد تشکر. تشکر از حضور شما، استفاده بردیم. قربان شما. به پایان برنامه امروزی خود رسیدیم. امیدوار هستیم که استفاده خوب برده باشین. برده باشیم در مجموع از تمام بخش های برنامه. صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن با نزدیک به 29,000 لایک در خدمت شما هست. شماره تماس واتساپ و شماره تماس جریان هفته 0782-2247. تا دیدار بعد، الان نگهدار.